سلام و روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نوید وام داده خوش آمدید. امروز 28 دکبر است. سرخط خبرها. حزب دموکرات خواستار پیوستن تاجیکستان به یورازیس شد. پوتین به مهاجران راه راحت بودن در روسیه را نشان داد. و سوال از مردم، کدام واقعه سال 2021 در یادتان مانده است؟ حزب دموکرات تاجیکستان خواستار پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا شده است. سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب گفت روز 27 دکبر در شورای حزب این مسئله را بررسی کردند و به خلاصه رسیدند که از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای پذیرفتن عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را درخواست کنند. امام علی رحمان حالا در روسیه قرار دارد. او روز 27 دکبر برای اشتراک در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به سانکت پترزبورگ رفت. در دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که بررسی این موضوع در این نشست هنوز مطرح نشده است. امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه صحبت کرد، ولی در خبرهای رسمی در این باره حرفی نیست. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت همچون وکیل پارلمان از پرزیدنت میخواهد که تاجیکستان را به این سازمان شامل کند و به مشکل مهاجران در روسیه پایان دهد. تاجیکستان تا به حال با تشویق های روسیه برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا با عباره کوتاه میآموزیم و سود زیانش را به کشور میسنجیم پاسخ داده است. در آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا هدف این سازمان تأمین گردش آزاد مال و خدمت‌رسانی، سرمایه یا مبلغ و نیروی کاری در حدود کشورهای عضو اتحاد و سیاست یگانه و هماهنگ شده در بخش اقتصاد عنوان شده است. این است که قشر مهاجران تاجیک بیش از دیگران به گفته تحلیلگران خواهشمند پیوستن تاجیکستان به این سازمان هستند. اما در آن صورت بودجه کشور حدوداً از 30% درآمدهایش که از حساب پرداختهای گمرکی به دست می‌آید محروم خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دوره نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله مهاجرت شهروندان از تاجیکستان به روسیه را بررسی کرده است. دفتر مطبوعات کرمل خبر داده است که ولادیمیر پوتین گفته است جنوب روسیه قصد دارد به خاطر حمایت از اقتصاد و شهروندان تاجیکستان حل مسئله های مربوط به سیاست مهاجرت را ادامه بدهد. پرزیدنت روسیه تاکید کرده است که مهاجران باید زبان روسی را آموزند، زیرا به مهاجران کمک میکند که در روسیه بهتر اقامت کنند و راه با اعتمادی مطابق شدن به زندگی در کشور است. ولادیمیر پوتین گفته است امروز حدود 1 میلیون نفر از تاجیکستان در روسیه به سر میبرند و به طور موقت کار میکنند. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون در برای حکومت را بررسی کرد. بر اساس لایحه نو اعلامیه کنونی درآمدها و وضع مال و ملک عضو حکومت تاجیکستان بنا به طلبات قانون مبارزه با کرپسیا و قانونگذاری انداز عملی می شود. گفته می شود هدف این تغییرات مطابق سازی با قانونگذاری انداز و مبارزه با کرپسیا می باشد. بنا به قانون مقاومت با فساد در تاجیکستان پیشنهاد اعلامیه از سوی داوطلبان منصب دولتی راه‌اندازی شده است. بر اساس این معیار خواهشمندان کار در مقام های دولتی باید قبل از آغاز کار در باره درآمد و اموال منقول و غیر منقولشان اعلامیه پیشنهاد نمایند. علاوه بر این من بعد پیشنهاد نکردن اعلامیه در باره وضع مال و ملک یا پیشنهاد معلومات بردروغ برای به منصب تعیین نکردن یا از منصب آزاد نمودن اساس میگردد. تفصیلات بیشتر اعلامیه کنونی اموال اعضای حکومت فعلا ارائه نشده است. دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان خبر داده است که تشبسکاری تغییرات به قانون کنستیتوسیونی در باره حکومت تاجیکستان خود حکومت جمهوری می باشد. تغییرات به طرح قانون در حال است که مقامات انداز از نشر رویخط دارایی های منصبداران همیشه خودداری می کند و آن دسترسی رسانه ها نیست. بعد از 3 روز دیگر سال نو میلادی فرا می رسد. سالی که می گذرد پر از حوادث و روندها بود. ما از ساکنان پرسیدیم که در سالی که به انجام می رسد چه تحولاتی مهم در تاجیکستان در یادشان مانده است.
در خاطر ما فقط قیمتی بسیار شد. روزی که یک گمی ایس نمیریم، مردی کاری هم میکنیم. یک نون هم میگیری، یک تایی نون نیلی تم میشه، سیس میچوز میگم. گلاکو هجه نمیشه، یک از اون اگون سیستم میشه. در یاد ایمان مونده است، مثلا نرخی بنزین، حس بود توزی گران شده است. و نرخوی ماشین ها، یعنی ماشین ها ترانسپورت ها، یعنی که ارزون بود قیمت شده است. و اینچونین بیموری کووید. در یاد ایمان هست. گرانه بیروز کووید میشه اساساً کمتر شد. آدم ها اتون به هزو به مسکه و ها کچ بران میتانن لیکن سال با پاسن تا حاضر ده اتون حاضر یالکه های همینه یک شاده گیر به هزو یالکه های هم آنده میشه سال گذشته ای خیل ممکن نبود جا ممکن نبود کرانه ویروس همه هم سخت قبلی سال بود همه جایه و ایک نمیشه تجا و اخته آنده نمیشه سال همین تنظر استیاگه فقط همین فکر خیال من در همین چیز زندگیه که نرخ بازار همه در قیمت چیز اور در یو در قیمت روغن شایو در قیمت خیلی ما اگه لباسش در اوقع فکر نمیکنیم همین خروکه ارزون باشه همه در یک لباس چند سال میپوشی نیکی خروکه را نمیشه بچه دیم سال 2021 از یک طرف اگر خلاصه کرده بگیم برای ما سالی با برار بسیار پیشرفت های اقتصادی تنجی امانی در کشور خب مثلا در کور که خیلی اینقدر جوه آباد شدن این جایی که حضر میبینین پیشتر قدر آباد هم نبودن این همین سال گذشته این سال هم قدر به همین آبادی ها رسیدن این همچون همین نرخی چیزا بلند شد همش دیگر آرده لیچه قسم میخریدیم دیگر نمیتونیم زورمون میرسه برای تمام بقلا فکر کنم ده ارزون کنم کم بقلا بخرم بخرم سال 2021 از نظری شخصا من رخ داده بود این واقعه ها مناقشه ها سراسری مرز تاجیکستان و قرقیزستان است که نه تنها باعثی قربانیان زخمیان زیاد شد بلکه وضع آسیای مرکزی نه تنها تاجیکستان و قرقیزستان بلکه منطقه آسیای مرکزی را نهایت درجه شدید گردن و خفی و عمل آمدن یک مناقشه بزرگ جنگی حربی به میان آمده بود اگر خواهید که در تاجیکستان معاش خوب گیرید، اقتصاد و مالیه را آموزید و در بانک یا دیگر نهادهای مالی کار پیدا کنید. بنا به آژانسی آمار در سال جاری در تاجیکستان بروکر یا میانه‌روهای مالی معاش بلندترین را گرفتند. موزی میانه این متخصصان 4361 سومانی یا 385 دلار بوده است. پایین ترین معاش در تاجیکستان امسال برای کارمندان صحای کشاورزی، خوجگی جنگل و ماهیداری بوده است. بنا به معلومات اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاش آنها 742 سومانی یا اینکه 65 دلار بوده است. موزی بلندترین کارمندان بخش میانه‌روی مالیوی یا بانک‌ها و سغورته بیش از 4000 سومانی بوده است. این نشان داد در استخراج معدن 3100 سومانی، ساختمان 2600 سومانی، نیروی برق و آب 2600 سومانی را تشکیل داده است. به اطلاع منبع در ماه نویبر سال جاری موزی میانه ماهانه نامینالی در جمهوری 1563 سومانی را تشکیل داده است. معاش حدی اقلی مهنت در تاجیکستان 400 سومانی یا 35 دلار گفته می شود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخوازاده همراه می بینیم. بیست و هشتمی دکبر سال 1936 فیلارمونیای دولتی تاجیکستان تأسیس شد که برای رشد موسیقی ملی و زمانوی سهمگذار شد. در نزد این مؤسسه گروههای زیادی موسیقی، ترانه و رقص، ارکستر ملی، سازهای خلقی، انسامبل روبابچی زنان و دیگرها فعالیت میکنند. هنرمندان معروف مثل جورابک مرادوف، نگین رؤوف و ظفر نازیم و دیگرها در نزد همین مؤسسه کار را شروع کردند. فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف گذاشته شده است. 28 دکبر سال 1991 با یک قرار پرزیدنت تاجیکستان کگب شوروی به کمیته دولتی امنیتی ملی تبدیل نام کرد و همان روز چون سنه
تأسیسی کارمندان این رشته تجلیل می شود. تاریخ کگب شوروی از 20 دکبر سال 1917 سرچشمه می گیرد. وظیفه ساختار امنیتی کشور از تامین بی‌خطری جامعه و دولت و حفظ مرز عبارت است، ولی سالهای اخیر این ساختار برای مانند دوران شوروی دخالت از حد بیشش به تمامی ساحه های کشور از جمله محدود کردن آزادی های سیاسی و شهروندی انتقاد می شود. دکبر سال 2013 تحمین رجب و هنرپیشه جوان جایزه بهترین نقش زن را در جشنواره بین المللی فیلم های جزیره گوای هند برد. رجب و برای اجرای نقش در فیلم مرد در آرزوی زنی پنجم با این جایزه سزاوار دانسته شد. فیلم کارگردانی زاده افغانستان و مقیم کانادا بحث بسیار همسری در جامعه محافظه‌کار و سرکوبگر و مشکلات خشونت خانواده‌ای را به بررسی گرفت. بانک ملی قرب اسعار برای امروز چنین تعیین کرده است: 100 دلار 1130 سومان و 1000 روبل روسی 153 سومان و 60 درهم است. بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.